چرا بعضی از افراد جوانی که مبتلا به کرونا میشن سکته مغزی میکنند؟ آیا این بیماری به قلب هم آسیب میزنه؟ چرا بعضی اوقات بیماری کرونا بدون اینکه با علائم تب یا تنگی نفس ظاهر شه با علائم حاد گوارشی ظاهر میشه؟ اینا دو نمونه از سوالایی که شما در مورد علائم کمتر شناخته شده کرونا با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC @BBC شما فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. مهمون امروز من در قرنطینه دکتر مهسا محب‌تاش هستن، رئیس بخش خون و سرطان شناسی بیمارستان مد استار گود سامریتن از آمریکا. خیلی خوش اومدید خانم دکتر. مرسی که منو دعوت کردید. هیرات سوال کرده چرا بعضی از جوانهایی که مبتلا به کرونا میشن سکته مغزی میکنن؟ سیستم عصبی بدن هم مثل بقیه ارگان‌ها تحت تاثیر ویروس کرونا قرار می‌گیره. این ویروس به جدار داخلی عروق صدمه می‌زنه. مستقیماً به این سلول‌ها آسیب می‌رسونه و این می‌تونه باعث سکته بشه. روش دیگه‌ای که توسط اون این ویروس می‌تونه سکته مغزی ایجاد کنه این که کلاً سیستم انعقادی بدن رو به هم می‌زنه و بدن بیشتر احتمال داره لخته خون بسازه و این لخته‌های خون می‌تونن جلوی عروق مغزی رو بگیرن. سکته مغزی هم در افراد جوان هم در افراد پیر دیده میشه و خوشبختانه در افراد جوان نادره. مریم سوال کرده آیا کسی که با علائم سکته مغزی به بیمارستان مراجعه میکنه آیا باید برای کرونا تست بگیرن ازش؟ این در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های مختلف با روش مختلفی با این بیمارها برخورد میشه. به طور مثال در بعضی از بیمارستان‌ها هر مریضی که با سکته مغزی میاد برای کرونا تست میشه. ولی در بعضی از بیمارستان‌ها اگر بیمار دلیل دیگه‌ای برای سکته نداشته باشه برای این ویروس تست میشه. به طور مثال اگر کسی فشار خونش خیلی بالاست یا کلسترولش بسیار بالاست یا سابقه قبلی سکته مغزی داشته ممکنه اون رو تست نکنن، ولی اگر کسی بدون هیچ کدوم از اینها بیاد و با سکته مغزی که احتمالش در اون فرد بسیار کمه حتما برای ویروس کرونا تست میشه. خانم دکتر، آیا برای جلوگیری از گرفتن رگ‌ها کاری هست که بیمار در مراحل اولیه بیماری بتونه بکنه؟ متاسفانه هیچ دارو یا روش خاصی وجود نداره که ما از سکته مغزی در این مریض‌ها جلوگیری کنیم. ولی من توصیه‌ام اینه هر کسی که علائم ناگهانی سکته مغزی رو در خودش ببینه که میتونه با کج شدن صورت، اختلال در تکلم، اختلال در راه رفتن، بی‌حسی و ضعف در یک سمت بدن، سرگیجه شدید، سردرد شدید، سریعاً باید به اورژانس مراجعه کنه. البته غیر از پاندمی کرونا هر کسی این علائم سکته رو ببینه باز هم باید به اورژانس مراجعه کنه، چون سریعاً میتونن عمل کنن و جلوی عوارض بیشتر سکته مغزی رو بگیرن. آیا آسیبی به قلب هم میزنه این بیماری؟ بله، متاسفانه این بیماری قلب رو هم تحت تاثیر قرار میده و علائم شامل نارسایی قلب، آریتمی قلبی، گرفتگی عروق کورونری قلب و آسیب مستقیم به سلول‌های قلبی. در بیمارانی که در اثر این بیماری فوت کردن و کالبدشکافی شدن، ویروس کرونا رو در سلول‌های قلبی این افراد دیدن. محققین فکر می‌کنن این به خاطر وجود گیرنده‌های ACE2 در 8% سلول‌های قلبیه که از این طریق این ویروس می‌تونه وارد سلول بشه. روش دیگه‌ای که بیماری کووید قلب رو تحت تاثیر قرار میده از طریق فعال کردن سیستم ایمنیه و اون سیستم ایمنی می‌تونه اثرات مخرب روی قلب داشته باشه. و مکانیسم دیگه این اثر توسط ایجاد لخته‌های خیلی کوچیک در عروق کرونری قلبه که باعث گرفتگی این عروق میشه. مینا پرسیده علائم گوارشی کرونا دقیقاً چیه؟ 20-30% بیمارانی که علائم ریوی کرونا رو دارن میتونن علائم گوارشی پیدا کنن. این علائم شامل تهوع، استفراغ، اسهال و بی‌اشتهایی میشه. حدود 15-20% بیمارانی که به کووید مبتلا میشن علائم گوارشی تنها و اولین علائمیه که اینها ایجاد میشه درشون و بعضی از اینها پیشرفت میکنن و علائم ریوی هم پیدا میکنن. بنابراین ما توصیه میکنیم اگر کسی این علائم گوارشی رو پیدا کرد و بعد از 48 ساعت این علائم بهتر نشد حتما مراجعه کنی که برای ویروس کرونا چک بشه. ممنون. آقا یا خانم ضابطی پرسیدن چرا علائم این بیماری کرونا در افراد مختلف اینقدر متفاوته، مخصوصا کسایی که کارشون به ICU کشیده.
خب ما هنوز خیلی چیزا راجع به این ویروس نمیدونیم و اطلاعاتمون هنوز در حال شکل گیریه، ولی چند تا از دلایلش میتونه این باشه که افراد بیماری های زمینه ایشون با هم فرق میکنه. یه نفر دیابت داره، یکی نداره، یکی فشار خون داره، یکی نداره. سنشون، جنسیتشون، سیستم ایمنی بدنشون با هم فرق میکنه. حتی دوزی از ویروس که وارد بدن اینها شده ممکنه با هم فرق بکنه. بنابراین دلایل مختلفی وجود داره که چرا افراد به شکل متفاوتی به این ویروس واکنش نشون میدن. خانم دکتر، آیا ویروس با یک مکانیزم مشخص به ارگان‌ها ضربه میزنه؟ مثلا اگه دارویی پیدا بشه که جلوی تکثیر ویروس رو در سلول میگیره، آیا میتونه همه این عوارض رو در واقع خنثا کنه؟ این سوال بسیار خوبیه، در این حال سوال بسیار مشکلیه و دلیلش هم اینه که ویروس فقط با یک مکانیزم به بدن ضربه نمیزنه. یک اثرش از طریق حمله مستقیم ویروس به سلول‌های بدنه. روش دیگرش از طریق فعال کردن سیستم ایمنی بدن و بدن خودش به خودش حمله میکنه. طریق سوم که در این ویروس دیده شده از طریق ایجاد لخته‌های خیلی کوچک خونی که هر ارگان رو میتونه صدمه بزنه. و داروهایی هم که الان تحت مطالعه هستن و در آزمایشگاه یا تحت آزمایشات بالینی دارن روشون بررسی میشه، مکانیزم‌های خیلی مختلفی دارن. بعضی از داروها جلوی تکثیر ویروس رو میگیرن، بعضی از داروها جلوی ورود ویروس رو به سلول میگیرن، بعضی از داروها روی سیستم ایمنی بدن اثر میذارن. و اینکه هر دارو در چه مرحله از بیماری مؤثره و ما دارو رو در چه مرحله از بیماری به بیمار تجویز میکنیم، همه اینها میتونه تاثیر بذاره روی اینکه آیا چقدر ما میتونیم جلوی این عوارض رو بگیریم. انشاءالله در آینده نزدیک جواب این سوالها رو بهتر خواهیم داشت. خیلی ممنون دکتر مهبتاش. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام بی بی سی فارسی به نشانی @bbcshuma برای ما بفرستید.